بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب تقسيم وتنظيم قاعدة برای قول مفيد باب اندر گفتنی اون چه الله و تو بخواهی از قتيله روایت است که مرد یهودی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت شما مسلمانان شرک می آورید چون می گوید آنچه الله و تو بخواهی و می گوید سوگند به کعبه از آن پس رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمانان را دستور دادند که اگر خواهند سوگند بخورند بگویند و رب بالکعبه یعنی سوگند به پروردگار کعبه و بگویند آنچه الله سپس تو بخواهی حدیث با روایت امام نسائی حدیثی صحیح دلیل دوم امام نسائی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده است که مرد با رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت آنچه الله و تو بخواهی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا مرا با الله شریک ساختی این طور بگو هرچه تنها الله بخواهد اکنون برای چی یهود نامیده شد یکم زیرا آنها گفتند هدنا الیک یعنی به سوی تو گشتیم دوم یهود نامیده شد زیرا نام بابایشان یهوزا ابن یعقوب است و از جمله فایده های حدیثی که در اول ذکر کردیم چنین است فایده یکم پیامبر صلی الله علیه و سلم بر یهودی انکار نکرد با وجوده که قصد وی مزمت بود زیرا آنچه که گفت حق بود دوم به سوی حق گشتن رواست و اگرچه بر آن کسی آگاه کند که از اهل حق نباشد سوم در نزد تغییر دادن چیز شایسته است که به چیزی قریب از آن تغییر داده شود اکنون چگونه در این عمل آگاه نکرد مگر این یهودی حکمت آموزش است این یهودی هایی که مسلمانان را تنقید کردند با وجودی که آنها شرک اکبر می آورند و عیب خودشان را نمی بینند و فرمودند که آنچه را الله یگانه بخواهد یعنی به چیز او را راهنمایی کرد که از او شرک را قد می کند او را به گفته آنچه الله خواهد سپس تو بخواهی راهنمایی نکرد تا از او همه وسیله های شرک را قد کند و اگر چی دور باشد از روی حمایی توحید و ادب با الله سبحانه و تعالی اکنون انواع آن چیزی که آدم خواب در خواب میبیند یکم خوابهای پریشان که تعبیر صحیح ندارد دوم رؤیا آن چی که در خواب بینند سوم سخن نفس دلیل سوم ابن ماجه از طفیل که برادری مادری عایشه رضی الله عنها می باشد روایت کرد که می گوید در خواب دیدم که بر گروه از یهود گذرم افتاد گفتم شما اگر نمی گفتید عزیر فرزند الله است مردم خوبی بودید آنها گفتند شما نیز اگر نمی گفتید هرچی الله و محمد بخواهند مردمان خوبی بودید سپس از کنار گروه از نصارا گذشتم و گفتم شما اگر نمی گفتید مسیح پسر الله است آدم های خوبی بودید آنها گفتند شما نیز اگر نمی گفتید آنچه که الله و محمد بخواهند مردمان خوبی بودید صبح که از خواب بیدار شدم خوابم را برای مردم تعریف کردم سپس نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم و ایشان را خبر دادم فرمودند کسی را خبر کرده ای گفتم بله آنگاه الله را سپاس گفت و فرمود طفیل خوابی دیده و برای بعضی از شما آن را تعریف کرده است شما سخن می گفتید و مرا این چنین و این چنین من می کرد که شما را از آن من کنم از این پس مگوید که آنچه الله و محمد بخواهند بلکه بگوید هرچی فقط الله به یگانگیش بخواهد فرمودن که اینچنین و اینچنین مرا من میکند یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم را حیا من میکرد ولیکن نه از این کاری باطل البته از نهی از آن او را من میکرد
به اینکه الله او را به این امر کرده باشد مانند شراب از آن سکوت کرد تا که حرام گردانده شد. مسئله های این موضوع: یکم، دانستن یهود شرک اصغر را. دوم، فهمیدن انسان در حالی که پیروی خواهشات نفسانی باشد. سوم، فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا مرا به الله شریک ساختی؟ پس حالی کسی که چنین بسرایند چیست؟ ای با اکرامترین خلق، مرا چی شده که به غیر تو پناه ببردم؟ و این نهایت کفر و غلو است. چهارم، البته این از شرک اکبر نیست، از روی فرموده اش که فرمود این چنین و این چنین مرا من می سازد. پنجم، خواب نیک از قسم های وحی است. ششم، خواب نیک در زمان نبوت گاه سبب بعضی احکام شرعی می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.